مردم کشور عزیزمون و همچنین مردم جهان در جریان یک اقدام تروریستی بودند از سوی ایران ستیزان علیه یک پژوهشگر و یک دانشمند ایرانی که اتفاقا در ماه‌های اخیر وقت خودش رو عمدتاً صرف مبارزه با کرونا و پژوهش‌ها و ساخت کیت‌ها در این زمینه اختصاص داده بود و در واقع برای خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات این بخش پژوهشی در وزارت دفاع که ایشون مسئول این بخش پژوهشی بود کار زیادی رو انجام دادن و بخشی از نیازهای مردم رو در زمینه مقابله با کرونا این بخش توانست ایجاد بکنه و در اختیار ما قرار بده. خب این ترور وحشیانه نشون میده که دشمنان ما در هفته‌های پر استرابی هستند، هفته‌هایی که احساس میکنند دوران فشار اونها داره کم میشه، شرایط جهانی داره تغییر میکنه و براشون این چند هفته مهمه که حد اکثر استفاده رو از این روزها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی رو در منطقه به وجود بیارند و هم توجهات جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روزها به وجود آورده بودند بتونه اون توجهات معطوف بشه به مشکلات دیگر و مسائل دیگر. همه اتاقهای فکر و همه دشمنان ایران به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد و همچنین ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. اونها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند، بدونند ما دست اونها رو از پیش خواندیم و اونها موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشون دست پیدا کنند. هم رژیم صهیونیستی هم اونهایی که ضد ایرانن بدونند مسیر توسعه کشور، مسیر تحقیقات کشور با سرعت ادامه خواهد یافت و با از دست رفتن عزیزمون فخریزاده، فخریزاده‌های فراوان کمر همت را خواهند بست و در این صحنه وجود او که الان در جمع ما نیست جبران خواهند کرد به حول قوه الهی. من همچنین میخوام تشکر کنم از مردم بسیار خوب و فهیم ایران عزیز ما، مخصوصا در این یک هفته‌ای که گذشت و ما ناچار شده بودیم محدودیت‌ها رو برای مردم افسوده بکنیم. البته ما به خوبی میدونیم که محدودیت راهکار اصلی نیست، محدودیت یک علامته، یک هشدار بزرگه و پشت سرش اقدامات زیادی باید انجام بگیره تا ما به هدف برسیم. تقریبا از اوائل آبان، یعنی از یک ماه پیش، این محدودیت ها شروع شد، ابتدا در 43 شهرستان، سپس در 46 شهرستان که الحمدلله این محدودیت ها در آمار امروز نمایان بود که بسیار تاثیرگذار و مؤثر بوده و همچنین در شهرهایی که از اول آذر 150 شهری که اعمال محدودیت شدید شد
اون هم علامت‌های مثبت رو ما بعد از یک هفته داریم مشاهده می‌کنیم و انشاءالله امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد تحولات مثبت بیشتری باشیم. علاقه ما اینه با همکاری مردم مخصوصاً در این هفته کاری بکنیم که شهرهای قرمز برگردند به شرایط نارنجی یا شرایط زرد، که در اون شرایط هم مردم بتونن فعالیت اقتصادی داشته باشن و هم ما بتونیم این بیماری رو به خوبی کنترل بکنیم. همه مردم ما میدونن راه حل اصلی برای مبارزه با این بیماری تغییر رفتار اجتماعی مردمه. این است و بس، هیچ راه دوم نداره. مردم عزیز ما باید سبک زندگیشون رو عوض کنن، فاصله اجتماعی رو مراعات کنن، در تجمعات شرکت نکنن، ترددها رو به حد اقل ضروری برسونن تا ما در این شرایط بتونیم به نقاط مطلوبی که مد نظر ما هست در مقابله با این بیماری برسیم. البته برای این کار باید آموزش‌های لازم داده بشه. هنوز هم بعد از گذشت مدتی طرف میگه که نه من کرونا ندارم و فقط یه مقداری عضلاتم درد میکنه. نه کرونا ندارم و یه مقداری بیحالم و صرفه میکنم. یعنی هنوز آموزش ما دقیق ملموس برای همه مردم توضیح داده نشده که بتونن به راحتی این علائم رو دریافت بکنن و اصلا مردم ما باید اصل رو بر این بذارن. تو این شرایط اگرم سرماخوردگی است، اونا اصل رو بر این بذارن که کرونا هست و مراقبت ها رو شروع کنن، مواظبت ها رو شروع کنن، به پزشک مربوطه مراجعه بکنن، خودشون رو قرنطینه بکنن. اصل رو باید بر این بگذارن تو این شرایطی که ما الان قرار داریم. مخصوصا در این هفته های اخیر متخصصین ما نکاتی رو مورد توجه قرار دادن و تاکید کردن که فضای بسته یکی از عوامل مهم شیوع این بیماری است. در یک فضای بسته، خب فصل سرده، فصل زمستونه، درها بسته، یک جمعی از اعضای خانواده، حالا یک مهمانی هم دارن، در کنار هم جمع میشن، تهویه‌ای هم وجود نداره و یک نفر مبتلا اگر زمان طولانی بشه، حالا زمان هم که معمولا وقتی ما به هم میرسیم هم احوال پرسی و اینا معمولا طولانی میشه تا پایان جلسه، اگر زمان طولانی بشه و تهویه نباشه و یک نفر مبتلا باشه، حتی اون مبتلا سرفه و عطسه نکنه و صحبت کنه و حرف بزنه، همین حرف زدن و صحبت کردن در فاصله هایی که غیر استاندارد هست میتونه مشکل درست کنه. به همین دلیل هست که ما در شرایط قرمز برای شهرهای قرمز اجتماع و جلسات بالای 15 نفر رو ممنوع کردیم. حتی خودمون هم در ستاد ملی کرونا بخشی در این سالون هستن، بخشی در سالون دیگر، برای اینکه ما پروتکل ها رو به خوبی بتونیم اجرا بکنیم و پیاده بکنیم. مسئله دوم آمادگی کادر درمان و تجهیزات درمانی ما هست که به حمدالله این وجود داره. وزارت بهداشت درمان هم همه تلاش خودش رو خواهد کرد که تسهیلات بیشتری رو فراهم کنه برای کادر درمانی که به طور طبیعی بعد از 9 ماه خسته شدن تا بتونن به خوبی مراقبت‌های لازم رو انجام بدن. خب ما در یک شرایطی هستیم که امروز اعلام شد 148 هزار تخت بیمارستانی ما آماده است. کی این چنین بوده؟ ما 148 هزار تخت کی داشتیم؟ اول این دولت 11 همه تخت ها دولتی و غیر دولتی همه با هم 90 هزار تخت بوده، کل تخت ها. خب بعد این تازه اونها حدود 40 هزار تاش خیلی قابل استفاده نبود، همه اونها بازسازی شد و بعد امروز رسیدیم به یک نقطه مطلوب
آی سی یو های ما مجهز، اعلام شد که در این دوره 8-9 ماهه کرونا حدود 2178 تخت آی سی یو اضافه شده. خب این رقم بسیار مهمیه. تجهیزات درمانی ما، کادر درمان ما همه به صحنه آمده. اگر این چنین نبود ما 4000 تخت آی سی یو داشتیم، یه روزای ناچار شدیم 5000 ببریم تو آی سی یو. چیکار می‌کردیم؟ یعنی 4000 نداشتیم تخت، ولی امروز داریم به حمدالله به خاطر کار بسیار گسترده‌ای که نسبت به این تجهیزات انجام گرفته. و مسئله بسیار مهم شیوه کار هست برای مقابله با این بیماری. حالا این تعطیلات به هر حال یه هفته است، دو هفته است، کمتر بیشتر، قرمز نارنجی به هر حال تمام میشه، اما همه اون کارهای اصلی باید باقی بمونه، نه اینکه تمام شد وقتی 15 روز تمام شد بگیم خب دیگه حالا زندگی عادی. نه، زندگی عادی نیست، زندگی تا پایان سال عادی نیست، ممکنه ماهای اولیه سال آینده هم عادی نباشه. تا واکسن برسه، تا درمان قطعی برسه، شرایط تا شرایط مطمئنه هنوز ما خیلی فاصله داریم. مهم اینه که ما بتونیم آزمایش ها رو توسعه بدیم و گسترش بدیم. خب آزمایش ما 20,000 بود، 25,000 بود، 40,000، کم کم 50,000، کم کم 100,000، انشاءالله در ماهای بعد برسه به 120,000، برسیم به یک نقطه‌ای که کاملا مطمئن باشیم مردم رو کنترل میکنیم. این آزمایش قدم اولین غربالگری درست ما از طریق این آزمایش هست که بسیار مهمه. بعدم ردیابی، هم ردیابی کنیم افرادی که با این فرد مبتلا در تماس بودن و هم با خود این مبتلا که باید دوران قرنطینه رو بگذرونه که کجاست و چیکار میکنه، تو خونه است، جای دیگه رفته. و الحمدلله امروز از طریق فضای مجازی و سامانه هایی که فعال شدن ما میتونیم به خوبی کنترل بکنیم از طریق سامانه بسیاری از این افرادی که در قرنطینه هستن. البته خواهش ما اینه که خود مردم برای حفظ خودشون، برای سلامت خودشون، برای سلامت خانوادهشون، اقوامشون، دوستانشون، خودشون مراعات بکنن، اما در این حال حاکمیت هم با همه توان در این زمینه فعالیت خواهد کرد. نکته بعد مسئله حمل و نقل. حمل و نقل خب تا هفته های قبل یک شرایط مطلوبی نداشت، یعنی طرف مبتلا بود میرفت سوار قطار میشد، سوار هواپیما میشد، سوار اتوبوس میشد، اتوبوس بین شهری. و ما امروز داریم کاری میکنیم که هر که میخواد سوار هواپیما یا قطار یا اتوبوس بین شهری بشه بتونیم کنترل کنیم که جزو افراد مثبت بوده یا نبوده، و این با کارت شناسایی که در اختیار داره و سامانه‌ای که در اختیار هست در عرض چند ثانیه میتونیم کنترل بکنیم که این فرد مبتلا جز و مبتلاها هست یا نیست. اگر مبتلاست برش گردونیم. به همجوری که اعلام شد که تعداد زیادی از افراد رفته بودن سوار هواپیماشان، سوار قطارشان، و بعد معلوم شد که اینا مثبت هستن و برش گردونن. این کار بسیار مهم و ضروری است در مسئله حمل و نقل. مثلا توی یه قطاری که ساعت‌ها ممکنه توی یه کوپه با هم باشن، توی یه هواپیمایی که در یه محیط به هر حال نه چندان باز باید یک ساعت یا بیشتر یا کمتر در هواپیما باشن، و همچنین در اتوبوس که ساعت‌ها باشن، بسیار مهمه. و این یکی از مسائل مهمی است که باید دنبال کنیم، و قرارگاه هم جزو مسائل مهمش هست که داره این رو دنبال می‌کنه. نکته دیگری که همه باید مراعات کنیم مراقبت از مرزهاست. مرزهای ما، حالا قطار، هواپیماست، اتوبوس، هرچه هست، یا هم با وسایل شخصی از مرز همسایگان ما عبور میکنن، مرزها رو خیلی ما باید مراقبت بکنیم. اصلا نمیدونیم اونجا چیه، تو اون کشور چه خبره، اون ویروس چقدر جهش پیدا کرده، دارای چه مشخصاتیه. مرزها رو کاملا ما باید کنترل بکنیم، و افرادی که وارد میشن باید مطمئن بشیم که این افراد مشکلی ندارن، و اگر لازم قرنطینه بشن قرنطینه بشن در مدتی که ضروری هست.
نسبت به تجهیزات و دارو آنچه مورد نیاز هست هم در داخل داره تلاش میشه و هم در خارج داره تلاش میشه. برای واکسن هم سفارش لازم به کشورهای خارجی داده شده، هم در داخل داره تلاش میشه. حالا من اخیراً دیدم آقای دکتر نمکی در یک موردی نوشته بود با فوریت، من دستور دادم به بانک مرکزی که اون پولی که مورد نیاز شماست از هر کجا، چون از یک کشوری نوشته بود بانک مرکزی مشکل داره، گفتم از هر کشوری از هر کجا این پول تامین بشه، برای اینکه این مسئله برای ما بسیار حائز اهمیته که به موقع اگر واکسنی مورد تایید در کشوری تهیه شد ما بتونیم سریع برسونیم در حد دوزی که مورد نیاز ما هست، حالا 40 میلیون دوز، 30 میلیون، هر چرچ که مورد نیاز ما هست. البته در داخل هم ما تلاش خودمون رو ادامه بدیم، انشاءالله امیدواریم در داخل هم ما به نتیجه مطلوب برسیم. برخورد قاطع با متخلفین یکی از اصولی است که همیشه باید ادامه بدیم تا پایان این بیماری. این ربطی به 15 روز نداره. ما باید یک برخورد همونی که در مسببات آمده، حالا جریمه است یا غیر جریمه است، ما باید برخورد بکنیم. امروز مثلا یه مسببه دیگری داشتیم باز برای خدمت دادن به افرادی که کارت همراهشون نیست و شماره شناسه ملیشون برامون مشخص نیست. بنابراین به حمد الله در این هفته های اخیر با جدیت بیشتری از سوی نیروی انتظامی، از سوی بسیج، از سوی سایر ضابطین، از سوی اتحادیه ها، اونهایی که حق نظارت دارند، تعزیرات، همه فعال شدند و این فعالیت باید همچنان ادامه داشته باشه تا پایان کار. و البته دولت نسبت به گروه های آسیب پذیر در حد توان خودش کمک کرده و کمک خواهد کرد از طریق تسهیلات یا ارقامی که بلاعوض در اختیار مردم گذاشته میشه در حد توان دولت، و همچنین کمک به گروه های آسیب پذیر از لحاظ بهداشتی، اونایی که سنشون بالا هست یا بیماری های زمینه ای دارن، اونها هم یاری خواهند شد. ما در مطالعات این چنین به ما گفته میشه که در کشورهایی که شرایطشون بهتر هست ناشی هست از انضباط خوب مردم برای اجرای پروتکل ها، پایش گسترده‌ای که در اون کشورها داره انجام میگیره و تست های بسیار وسیع و محدودیت بسیار شدید و برخورد شدید با افراد متخلف. خب راش اینه، ما البته یه تجربیاتی هم اونا در سالهای گذشته از سارس و مرس و اینا هم داشتن، اون تجربیات هم مؤثر بوده که بهتر بتونن از خودشون مراقبت بکنن، اما در این حال راهی جز این نداره که ما پروتکل ها رو اجرا بکنیم و مراقبت ها رو بالا ببریم. دوره های دو هفته‌ای تحت عنوان قرمز، نارنجی، زرد وقتی تمام میشه همچنان ماسک الزامی است، باز هم همچنان فاصله اجتماعی الزامی است، در اون شرایط هم الکترونیکی کردن خدمات دولتی در حد امکان ضروری است، باز هم همچنان نظارت شدید بر پروتکل ها تو اون شرایط هم الزامی است، و یک تقسیم کاری هم باید بین مسئولین مختلف انجام بگیره. الان توی محله فرض کنید 100 تا خونه هست که اینا در قرنطینه هستن، خب باید یک تقسیم کاری انجام بگیره، کی به اونها برسه، کی نیازمندی اونها رو تامین بکنه، کی به اونها کمک کنه، هم دولت، هم خیرین، هم بسیج، هم سایر نهادهای عمومی، یک تقسیم کاری بشه و این کار رو قرارگاه باید انجام بده که محلات ما بتونه فعال این کارا رو انجام بده. مردم عزیز و بزرگوار ما بدانند دو هفته ها ممکنه تمام شه، اما اصل تردد حداقل تجمع
نباید باشه، اونم تجمع چند نفر در حد ضرورت. تا زمانی که ما با این ویروس مواجه هستیم، این اصول مورد تأکید وزارت بهداشت و قرارگاه و ستاد ملی هست. انشاءالله مردم عمل کنن. ما واقعا در این یه هفته خیلی متشکر و سپاسگزار مردم عزیز هستیم. باز امروز هم که آمار رو گفتن، همه آمارهای مراقبت 90%، 92%، بعضی موارد 100%، اونجایی که خیلی کم بود 80 و چند درصد. بنابراین مردم به حمدالله مراقبت کردن، این هفته مراقبت بیشتر بکنن تا انشاءالله شاهد نتایج بسیار خوب باشیم برای سلامت مردم عزیزمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.